برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه مناشا امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، حملات اسرائیل به رفح تاکنون تلفاتی به همراه داشته، از جمله کشته شدن 3 مقام ارشد پلیس رفح، اما در صورت حمله گسترده زمینی اسرائیل به رفح چه پیش بینی از وضعیت مردم غیر نظامی این منطقه میشه داشت؟ بله، تصور میکنم که ارتش اسرائیل امروز در برابر یکی از بزرگترین وظایف و ماموریت‌های خودش قرار گرفته و اون این است که هدف‌های نظامی و امنیتی رو اجرا بکنه بدون آنکه به جان مردم غیر نظامی آسیب برسه و یا این آسیب کمترین و حداقل باشه. این کار بسیار دشواری است، همونطور که شما گفتید بیش از 1,200,000، شاید 1,400,000 نفر، من رقم اول رو بیشتر تایید میکنم، در اطراف خان یونس و عرفه و بیت خانون گرد آمدن و دور کردن اونها ماموریتی است که آقای نتانیاهو به عهده ارتش اسرائیل قرار داده. میبینیم که اسرائیل زیر فشار سنگین کنفرانس ریاض، یعنی دولت‌های مصر، عربستان، امارات، قطر، بحرین و غیره قرار داره. روابط اسرائیل با ایالات متحده خیلی داره تیره میشه سر این موضوع. فشار دبیرکل سازمان ملل هست. حتی دولت آلمان که بیشترین حمایت رو از اسرائیل کرده، وزیر خارجش هشدار میده که اسرائیل باید مواظب باشه که کمترین تلفات ایجاد بشه. ولی چرا اسرائیل پافشاری میکنه و چرا نخست وزیر اسرائیل چنین دستوری رو صادر کرده؟ به خاطر اینکه خان یونس و عرفه و بیت خانون اینها در خط مرزی با مصر قرار دارن، بیشترین دهانه خروجی تونل‌های اساسی داخل غزه از سهر وارد صحرای سینا میشه، مسیر فیلادلفی که خط مرزی غزه با مصر و شبه جزیره سینا هست از نظر نظامی و امنیتی برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه. یحیی سنوار رو هنوز بازداشت نکردن، شناسایی نکردن، ممکن است از طریق این تونل ها وارد شبه جزیره سینا بشه، ممکن است که گروگان ها یعنی روده شدگان اسرائیلی رو هم از طریق این تونل ها وارد مصر بکنن. الان ما به مرحله حساسی رسیدیم و اون روابط اسرائیل با مصر. مصری ها بسیار نگرانند که این جمعیت عظیم به سوی شبه جزیره سینا روی بیاره و ارتش مصر که در سینا حضور گسترده‌ای نداره با یک موزل بسیار بسیار بزرگ روبرو بشه. این است که اسرائیل می‌خواهد که با کمترین تلفات بتونه این وظیفه رو انجام بده، در غیر این صورت جنگ ناتمام خواهد ماند و اسرائیل به هدف‌های خودش نخواهد رسید و ممکن است که شمار زیادی از سرکردگان حماس بتونن از طریق این تونل ها فرار بکنن. این چیزی است که برای اسرائیل یک شکست نظامی خواهد بود و از این نظر به هر قیمت شده اسرائیل اصرار میکنه که به این هدف دست یابه و ارتش این ماموریت رو انجام بده. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. منوش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما بودیم. سپاس.